تولید واکسن برای سرطان، نه برای پیشگیری از این بیماری، بلکه برای کوچک کردن تومورها و متوقف کردن پیشروی سرطان در دیگر اندام‌های بدن. اینجا در مؤسسه UW مدیسن در سیاتل، تات پیپر داوطلب شده تا در آزمایش تحقیقاتی این واکسن برای کوچکتر کردن توموری در ریه‌اش مشارکت کند. سلول‌های سرطانی تا نزدیکی مغز این مرد 56 ساله هم پیش روی کردند. میدونید من چیزی برای از دست دادن ندارم. چیز زیادی هم درباره این آزمایشات و اینکه تحقیقات درباره این واکسن چطوری پیش میره نمیدونم. اما میتونم خوشبین باشم که نتیجه بخش باشه. دانشمندان بیش از هر زمان دریافتند که چگونه سرطان از سیستم ایمنی بدن پنهان میشود. واکسن‌های جدید قرار است سلول‌های تی در بخش ایمنی بدن را آموزش دهند تا خطر سرطان را تشخیص دهد. در برخی از این واکسن‌ها هم از آرنه استفاده می‌شود، روشی که برای اولین بار در ساخت واکسن‌های کووید 19 استفاده شد. من اطمینان دارم که در 5 تا 8 سال آینده ما بیش از یک واکسن سرطان در زمینه جلوگیری از پیشرفت این بیماری خواهیم داشت. اونها طوری ساخته میشن که عارضه جانبی نداشته باشن و باید تاکید کنم که این واکسن‌ها شیمی درمانی نیستند. یک دوره کوتاه تزریق داره و اثرش مادام العمر باقی میمونه. مراکز تحقیقاتی و کلینیک‌های بسیاری در آمریکا در حال کار بر روی انواع واکسن‌های درمان سرطان و تحلیل گروه‌های آماری برای آزمایشات هستند. برخی از این واکسن‌ها مثل HPV جهش‌های سلولی در دهانه رحم را کنترل می‌کنند و یا واکسن‌های 10 ساله هپاتیت B که از سرطان کبد جلوگیری می‌کنند. در این حال برخی شرکت‌های داروسازی مثل مرک و مدرنا به این نتیجه دست یافتند که واکسن هر بیمار می‌بایست بنابر اساس جهش‌های متعدد در بافت سرطانی آنها شخصی سازی شود، هرچند که این روش از لحاظ هزینه و زمان چالش برانگیز خواهد بود. یکی از اولین کسانی که 11 سال پیش در یک مطالعه ایمنی واکسن سرطان تخمدان را دریافت کرد، جیمی کریس از واشنگتن بود. او فکر می‌کرد که در 34 سالگی از دنیا خواهد رفت، اما اکنون 15 سال گذشته و او نمی‌داند که واکسن دلیل عقب نشینی سرطان بوده یا خیر. اما زنده است و می‌خواهد بخشی از داوطلبین آزمایشات واکسن ها باشد. اگر این راه میتونه به زنان قبل از ابتلا به سرطان کمک کنه یا حتی بلافاصله بعد از تشخیص ایمنی بدنشون رو تقویت کنه، چرا من بخشی از این پروسه کمکی نباشم؟ من خودم در این شرایط بودم. ابتلای من به سرطان باعث شد نتونم بچه دار بشم، پس باید به نجات دیگران کمک کنم. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.